روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان گزارش داده است که نمایندگان این کشور، ایران، چین و روسیه بدون سر و صدا اعتراض مشترکی را در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی مختلف در افغانستان به طالبان سپردند. این رسانه روز یکشنبه 15 بهمن این موضوع را به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است. این منبع به اکسپرس تریبون گفته است که این اعتراض هفته گذشته و در جریان نشست همکاری منطقه افغانستان به میزبانی وزارت خارجه طالبان صورت گرفته است. بر اساس گزارش این رسانه، این چهار کشور در اعتراض خود گفتند که فعالیت‌های گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان به اندازه کافی کنترل نشده است. در این گزارش آمده است که آنان قبلاً توافق کرده بودند که به طور جمعی نگرانی خود را در مورد فعالیت‌های تروریستی در افغانستان با طالبان در میان بگذارند. این در حالی است که هفته گذشته کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت این سازمان گفته بودند که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش رشد چشمگیری داشته و چندین پایگاه آموزشی و مدارس تربیتی ایجاد کردند. سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای آموزگار، سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. متشکرم از دعوتتون. جناب آموزگار، اعتراض همزمان چهار کشور همسایه و تاثیرگذار در مسئله افغانستان از افزایش فعالیت‌های تروریستی به چه معناست؟ بفرمایید. اصولا طالبان از وقتی که در افغانستان روی کار اومدن به تروریست ها میدون خیلی بازتری دادن برای حرکت و این غیر طبیعی هم نیست. غیر طبیعی اینه که حکومت ایران متاسفانه گفت که طالبان این طالبان اون طالبان نیستن. فرقی نمی کنه، اینها همونهایی هستن که مدارس دخترونه رو منفجر می کردن در زمان رژیم سابق افغانستان و عملیات تروریستی دیگه که ازشون سر میزد. بعد از سرکوب نسبی تروریسم در سوریه و عراق، غربی‌ها که حامیای اصلی ولی پشت پرده تروریسم بودند، داعشی‌ها رو و دیگر گروه‌های تروریستی رو برای حفاظت ازشون هلیبورد کردند در افغانستان و طالبان با توجه به اینکه ماهیتشون یکیه با اینها مماشات خیلی بیشتری میکنن. آیا انتظار بله جناب آموزگار، آیا انتظار و توقع این کشورها از طالبان برای سرکوب گروه‌های تروریستی مانند القاعده، داعش، جنبش ترکستانی شرقی و غیره عملی و واقع بینانه است؟ فکر نمی کنم واقع بینانه باشه، با توجه به اینکه اینها اصلا خودشون با توجه به ماهیتشون تروریست هستن، خود طالبان هستن و مشکلاتی که ملت افغانستان از روزی که اینها بر سر کار اومدن باهاشون دارن، مشکلات حقوق بشری و غیره، نشون میده که اینها اصلا و گذشته از این دو حکومت چین و روسیه از اولین حکومت‌هایی بودن که طالبان رو به رسمیت شناختن در افغانستان. با وجود اینکه غربی ها که خودشون از پایه‌گذارای این تروریسم پشت پرده بودن و پاکستان که جایی بود که اینا آموزش دیدن، سعودی ها که هزینه های مالی اینها رو میدادن، اینا یه چیزایی داشتن، استحفاظاتی داشتن برای به رسمیت شناختن، ولی این دوتا حکومت و ایران هم که سریع بهشون اینجا در تهران سفارتخونه داد و اینه که این اعتراض امروزشون در واقع کسایی دارن اعتراض میکنن و پاکستان که خودش اصلا در مدارس علمیه به این تروریست‌ها آموزش داده
این 4 تا کشوری که دارن اعتراض میکنن خودشون از یا تایید کننده ها و یا همراهی کننده های با طالبان بعد از به حکومت رسیدنش دور جدیدشون در افغانستان هستن. بنابراین واقع بینانه نمیتونه باشه به نظر من. بله. با توجه به عملکرد و رابطه نزدیک طالبان با سایر گروه های تروریستی، تداوم وضعیت کنونی چه پیامدهایی در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت؟ این حتما منجر به گسترش تروریسم در منطقه میشه، مخصوصا برای کشور ما خیلی خطرناکه با توجه به اینکه طالبان شاخه خراسانشون رو اعلام کردن و نسبت به خاک ما نظر سوء دارن، داعش و تا خود طالبان هم کم و بیش به اینا کمک میکنه. مثلا به یاد داریم که وقتی آقای رئیسی اعتراضش رو نسبت به حقابه ایران از رود هیرمند کرد، به جای اینکه جواب منطقی به این درخواست بدن، شروع کردن به تحریکات سلام مرزی و حمله به پادگان‌های مرزی ما و غیره. این اصلا نشونه خوبی نیست برای ما و برای منطقه. ممنونم. سید نادر آموزگار از تهران با ما بودند.